سلام دوستان، دقیق بفرمایید. در این قسمت قصد دارم در رابطه با کلمه سازی صحبت کنم، یعنی ساختمان کلمات مختلف و علائمی که در کلمات میبینیم و در واقع پسفندها و پیشفندها چطور تأثیرهایی میتونن داشته باشن. دوستان، این علائم، این پیشفندها و پسفندها بسیار مهم هستن و دلیلش این هست که میتونن معنای کلمه رو تغییر بدن و نقش کلمه رو در جمله عوض کنن. و ما اگر این علائم رو بشناسیم، خیلی وقتا اگر کلمه رو حتی ندونیم میتونیم مفهوم کلیش رو حدس بزنیم و حدود معناییش رو میتونیم درک بکنیم. میتونیم اون کلمه رو در واقع تجزیه تحلیل بکنیم و بفهمیم که چه نقشی داره، چه معنایی داره. خب دقت کنید دوستان، در اینجا من دو تا مثال رو آوردم در واقع دو تا خانواده مختلف. خانواده اول خانواده دیولاپ هست دوستان. دیولاپ به معنی پیشرفت کردن، توسعه دادن و ارتقا دادن هست. البته دوستان، یکی از معانی بسیار مهم دیولاپ اختراع کردن و ایجاد کردن هم هست. پس به دو معنی بسیار مهم توسعه دادن و اختراع کردن یا ایجاد کردن ما میتونیم این کلمه رو ببینیم دوستان، develop. اما دوستان وقتی ment میگیره، پسفند ment اسم میسازه، یعنی معنی توسعه یا اختراع، ایجاد دوستان. پس development اسم میشه، توسعه یا اختراع. مثلا میگیم development of a city، ها؟ development of a city یعنی مثلا پیشرفت یک شهر. development of this tool، tool به معنی وسیله، ها؟ development of this tool یعنی اختراع این وسیله. اما دوستان developed ایدی وقتی میاد دوستان گفتیم تبدیل میشه به، خب همون در واقع هم شکل گذشته فعل هست و هم صفت مفعولی هست. پس developed به معنی توسعه یافته، پیشرفته. مثلا میگیم developed countries کشورهای پیشرفته. و developing که ing گرفته دوستان به معنی در حال توسعه هست. developing یعنی در حال توسعه، در حال پیشرفت. مثلا میگیم developing countries، ها؟ developing countries کشورهای در حال توسعه، در حال پیشرفت. خب اما بریم سراغ خانواده دوم. کلمه create هست دوستان. create ایت ها دوستان در واقع پسفندایی هستن که همشون فعل هستن. اکثر کلماتی که به ایت ختم میشن فعل هستن دوستان. create یعنی ایجاد کردن، یعنی خلق کردن دوستان. پس create ایجاد کردن، خلق کردن. اما کلمه بعد، خب ion دوستان دوباره پیشفندی هست که میاد، پسفندی هست که میاد و در واقع اسم میسازه. پس creation یعنی خلق، ایجاد، ابداع. creation یعنی ایجاد، ابداع، خلق. و ive دوستان یا همون ایو، مثل کلمات مثلا کلمه اکتیو. خب اکسپنسیو، ها؟ مثلا گران، اکسپنسیو گران. اکتیو فعال، اینا صفت هستن دوستان. پس کریتیو یعنی چی دوستان؟ کریتیو یعنی خلاق. مثلا میگیم he is a creative student، ها؟ اون یک دانش آموز خلاق هست. creative student، دانش آموز خلاق. creative people، افراد خلاق.